ایستد و با اون می سراید. به درستی و در حد وسیع و به طور عمیق بشناسد، بلکه باید آن را هم تغییر بدهد، بتواند آن را پیش ببرد. اما کدام یک از شاعران 3-4 دهه اخیر ایران زبان فارسی را به راستی می شناسند؟ کدام یک از آنها توانستند زبان فارسی را ارتقا دهند در شعر؟ آنها از ساختار شکنی حرف می زنند، از شکستن زبان حرف می زنند. ویران کردن برایشان ساده ترین چیز هاست. همیشه ویران کردن امر ساده است. درست کردن است که دشوار است. شما برای درست کردن یک خانه باید ده‌ها طرح داشته باشید، ده‌ها آدم متخصص داشته باشید، از معمار و بنا و سیمانساز و پنجره ساز و برقکار و لوله‌کش آب و کاشیکار و چوبکار و گچبر و ده‌ها نفر دیگر تا یک خانه را برآورید. اما همه خانه را شما می توانید با یک کبریت و یک لیتر بنزین با آتش بکشید. ساختن دشوارترین کار در زندگی است و ویران کردن ساده ترین کار. بسیاری از شاعران ما زبان پارسی را نساختند بلکه ویران کردند. بسیاری از شاعران ما شعر امروز ایران را که با نیما آغاز شده بود و شاعران بسیاری عمر و کار و وقت و زندگی خودشون رو صرف برآوردن و برآمد آن کردند، به سادگی به آتش کشیدند، خراب کردند، ویران کردند، آن را تبدیل به ابزاری برای شهرت‌های زودگذر خود کردند. شاعری که زبان خودش رو نشناسه، زبان کلاسیک رو نشناسه، چگونه میتواند زبان پارسی رو ارتقا دهد؟ شاعرانی که شعر کلاسیک ایران رو نشناسند، چگونه میتوانند شعر نو بسرایند؟ شاعرانی که حتی نمیتوانند یک بیت شعر موزون بگویند، اینها چگونه میتوانند شاعران مدرن و پیشروی باشند و بتوانند شعر ایران رو ارتقا بدهند، به پیش ببرند؟ من جای دیگری هم نوشتم، بسیاری از شاعران، خودشون میدونن چه کسانی، شما هم میدونید، رو آزمودم. اونهایی که 5 تا 10 تا کتاب شعر هم منتشر کردن، مدیر این سایت ادبی و اون مجله ادبی هم هستن، باندهای ادبی دارن، حتی جوایز کوچک و بزرگ ادبی رو با ساخت و پاختای اینور و اونور میگیرن، ولی یک بیت شعر موزون بلد نیستن بگن، یک شعر موزون گذشته رو بلد نیستن به درستی بخوانند، شعر کلاسیک ایران رو نمیشناسند. آیا به راستی بهره‌گیری از شکل و شمایل شاعر، ناز و ادا و اطوار شاعر به هنگام خواندن شعرش و آمیختن این شعر با موسیقی، رنگ‌آمیزیش با هزار و یک ترفند فنی که ربطی به شعر ندارد، ما به شعر تازه، به شعر نو میرسیم؟ من بسیار شنیدم سیدی ها و نوارهای شعری رو که شاعران امروز در آوردند، با چه لحنی خواندند و چه اطوارهای گاهی زیبایی در شعرشون، در شعرشون که نه، در صوت و اجرای شعرشون وجود داشت. با آهنگ آن را رنگامیزی کردند. عکس زیبای مکوش مرگ مای هم روی جلد سیدی گذاشتند. شنیدم ظاهرش فریبنده است. وقتی که این شعر آدم میشنوه و اون چیزهایی رو که مربوط به گوهر شعر نیست از اون شعر کنار میگذاره، یعنی موسیقی رو، نحوه خانش شعر رو، تصویر خود شاعر رو، بعد در میابد که با یک نثر آشفته، بی آرمان، بی آرزو و فاقد ساختار درست زبانی روبرو می شویم. شعری که شعر زندگی نیست،
شعری که شبه شعر است، مانند شعر است، ادای شعر را در می آورد، اما شعر نیست. این شعر نمیتواند درون ما رو تسخیر کند. این شعر نمیتواند به جزئی از احساس و زندگی و عاطفه و اندیشه ما تبدیل شود. این شعر نمیتواند ما رو تعقیب کند، دنبال کند. حتی اگر بخوایم ازش بگریزیم، یک شعر خوب میتواند ما رو دنبال کند. در خواب، در بیداری، در خلوت، به هنگام کار، شعر خوب همیشه ما رو دنبال میکنه و چون از زندگی برآمده، هرگاه که ما زندگی کنیم حضور داره، در ما حضور داره، تکرارش میکنیم، ذهن ما رو تسخیر میکنه. اما به راستی ما چقدر از شعر امروز ایران رو داریم که ما رو تعقیب کنه، ما رو دنبال کنه، با ما زندگی بکنه، به ما زندگی ببخشه، گرهگاه زندگی با ما باشه، گرهگاه ما با مبارزه باشه، گرهگاه ما برای پیشرفت باشه، اندیشه های ما رو در خودش شکل داده باشه، عواطف ما نسبت به زمانه رو در خودش شکل داده باشه. ما چقدر از این شعرها داریم؟ نداریم. اما برگردم به گفتاوردهای از محمود درویش. میگوید شعر که یکی از شادیهای انگشت شمار زندگی ما بود، دارد صحنه زندگی ما را ترک میکند بیان که ما را خبر کند و یا از دور بدرودی بگوید. ما که خود را ملت شعر می نامیم، شاهد سقوط یکی از واپسین سنگرهای خود هستیم بیان که میلی به مقاومت از خود نشان دهیم. براستی که سوای ملت عرب، ملت ایران هم بزرگترین سنگر فرهنگی و ادبیش شعرش بوده. اما امروز ضعیفترین و پراکنده ترین سنگرش در عرصه فرهنگ و هنر همانا شعر است. اگر ما یک روز یک سنگر استوار و تسخیر ناپذیری همچون شاهنامه فردوسی داشته ایم که نیکبختانه هنوز هم آن را داریم و از اون سنگر می توانیم با هجوم یک فرهنگ بیگانه رو در رو شویم، با سرشکستگی روبرو شویم، با ضعف و سستی روبرو شویم، با وطن فروشی مبارزه کنیم، با دشمنان ایران رو در رو شویم، امروز شما به من بگویید شعر چه کسی چنین سنگری است؟ کدام یک از شاعران امروز ایران جایگاهی همچون فردوسی دارند، همچون خیام دارند؟ حتی جای بابا طاهر رو هم ما نتونستیم پر کنیم، حتی جای حافظ که جای خودش رو داره، جای ناصر خسرو رو هم نتونستیم پر کنیم. قله های بلند، قله های رفیع شعر گذشته ایران امروز حفاظت نمی شوند. در این چکات ها، در این قله ها، یا بهتر است بگویم بر این چکات ها و بر این قله ها امروز خداوندان تازه‌ای به نگهبانی از ایرانیت و شعر و فرهنگ و سخن ایران نمی پردازند. ابعاد بزرگ فرهنگی ملت ایران به ابعاد بسیار کوچک و شکنندی تبدیل شدند. شاعران بزرگ ملت ایران امروز به شاعران کوچکی تبدیل شدند. معنای سخنم این است که جای شاعران بزرگ عرصه مبارزه اجتماعی و فرهنگی رو امروز شاعران بسیار کوچولویی گرفتند که هیچ یا کمتر ربطی به زندگی دارند، به زمانه دارند و آنچه که بر ما میگذرد دارند. محمود درویش میگوید اشیا به همان گونه که بر روی زمین
قرار دارند در همان صورت طبیعی خود شاعریت بیشتری از شعر این روزگار دارند. یعنی چه؟ یعنی یک گل به خودی خود شاعرانه تر است از شعری که ما درباره گل میگوییم، در حالی که شعری که ما در